سلام، وقت بخیر. جلسه سوم ساده آموز با ساز بلز. در ابتدا جواب سوال خانواده گرامی رو بدم که آیا با هر بلزی میشه آموزش داد؟ متاسفانه باید بگم که خیر. بیشتر بلزهایی که در اسباب بازی فروشی ها هستند جنبه اسباب بازی دارن و قابلیت آموزش رو ندارن. واسه همین از شما خواهش میکنم قبل از اینکه هزینه بکنید و بلزی رو تهیه بکنید، لطفاً حتما دقت بکنید که مجبور نباشید مجدداً دو مرتبه هزینه بکنید و یک ساز دیگه ای رو تهیه بکنید. ساز بلز بایستی استانداردهای خودش رو داشته باشه که در جلسه اول من کاملاً توضیح دادم. امروز میخوام در مورد سکوت به شما آموزش بدم. ما نوت‌هایی داریم که کششی هستش و نوت‌هایی داریم که مقطع هستش. بعضی وقتا این کشیدن‌ها رو میتونیم با یک سکوت یا بر اساس آهنگ جبران بکنیم. و چجوری این سکوت رو میتونیم به آن بچه‌ها آموزش بدیم؟ زدن دو تا مضراب به هم دیگه در یک ضرب سکوت برای ما ایجاد میکنه. الان در 4 تا نوت برای شما اجرا میکنم تا ببینید. حالا همین 4 تا نوت رو با سکوت اجرا میکنم. پس زدن دو تا مضراب به هم دیگه میتونه یک سکوت در کار حساب بشه. در هر قطعه ای متفاوت هست، در هر آهنگ هم متفاوت هستش. و درس بعدی امروز ما باز هم در مورد مضراب گیری هستش. چجوری مضراب رو در دست بگیریم و چه صدایی میتونیم از مضراب به دست بیاریم. باز زدن ضربه محکم. ببینید مضراب در دست من قشنگ شل هستش. ضربه که میزنم یک صدای اوپن به من میده. حالا ما با همین مضراب یک صدای کلوز یا میوت هم میتونیم داشته باشیم. یک صدای میوت. همین 4 تا نوت رو با همین 2 استایل اجرا میکنم. حالا میوت یا کلوز. آهنگی که امروز برای شما در نظر گرفتم آهنگ زاغی هستش که با 2 تا نوت، نوت سول و نوت می اجرا میشه. به آهنگ بعدی دقت بفرمایید. برای اینکه بتونم ویدیوهای طولانی تری رو بسازم و زمان بیشتری رو بتونیم آموزش داشته باشیم، لایک و کامنت رو فراموش نکنید. آهنگ بعدی رو حتما ببینید و با همین 2 تا نوت بچه ها اجرا بکنن و میتونن برای من فیلمشون رو ارسال بکنن و من در پیجم قرار میدم. خسته نباشید. تو آبی و یه دریا، بارون کجایی؟